چگونه افراد مختلف رو بشناسیم. سلام و درود، خیلی خوش اومدیم به کانال من. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در برنامه امروز میخوایم ببینیم چطور میشه افراد مختلف رو شناخت. برای این کار باید 17 نکته روانشناسی رو بدونیم. ما وقتی که برای اولین بار با افراد مختلف دیدار میکنیم، به وسیله اطلاعات جدید بمباران میشیم و بعضی وقتها تشخیص فرد مقابل میتونه بسیار سخت باشه. به همین دلیل مهمه که بدونیم چطور باید با بقیه ارتباط برقرار کنیم. بر اساس تحقیقات روانشناسی، اطلاعات دریافتی ما 55% از طریق زبان بدن، 38% از طریق تون صدا و فقط 7% از طریق حرفایی که رد و بدل میشه. پس ما وقتی میخوایم با افراد جدید برای اولین بار دیدار کنیم، باید این سه عامل رو در کنار ویژگی‌های ظاهری در نظر بگیریم. اگر شما میخواین شخصیت افراد مختلف رو در دیدار اول بشناسید، به سرنخ‌هایی که قرار بگم بسیار دقت کنید. 1. ارتباط چشمی. شاید چنیدین که میگن چشم‌ها پنجره‌ای به روح و روان آدم‌ها هستن. نکته کلیدی برای این که بدونید منظور اون شخص از برقراری ارتباط چشمی چیه، اینه که به زمینه ارتباطتون با اون شخص هم دقت کنید. اگه شخصی نمیتونه چشم ازتون برداره، به احتمال زیاد به شما علاقه داره، و از سمت دیگه اگه به کسی نگاه میکنید و اون شخص روشو از شما برمیگردونه، میتونه نشونه مضطرب بودن یا پنهون کردن چیزی از شما باشه. حواستون باشه وقتی شخصی بدون پلک زدن و با نگاهی خیره با شما حرف میزنه، به احتمال زیاد شما در حال گوش دادن به دروغهاش هستین. 2. ابروها. اگه میخواید مقدار راحت و ریلکس بودن شخص رو بفهمید، به ابروهاش نگاه کنید. سه احساس اصلی که باعث بالا رفتن ابروهای شخص میشه، غافلگیر شدن، نگران بودن یا ترسیدن هستش. یک بار که با دوستتون در کمال آرامش در حال صحبت هستین، سعی کنید ابروهاتون رو بالا ببرید. میبینید به سختی این کار رو انجام میدید. حواستون باشه اگه با شخصی حرف میزدین که هیچ دلیلی برای نگرانی، ترس یا غافلگیر شدن نداشت، ولی همچنان ابروهاش بالا رفته بود، به احتمال زیاد از یک چیزی ناراحته. 3. لبخند. وقتی که نوبت لبخند زدن میرسه، لبها میتونن به ما دروغ بگن، ولی چشم ها هرگز. لبخند واقعی حتما باعث به وجود اومدن چین و چروک در کنار چشم ها میشه. مردم معمولا برای مخفی کردن افکار و احساساتشون لبخند میزنن. پس دفعه بعد که خواستین لبخند واقعی رو از لبخند مصنوعی تشخیص بدین، حتما به چین و چروک های چشم دقت کنید. 4. حرف هایی که میشنوید. اگر با شخصی برای اولین بار دیدار کردیم و تنها کاری که اون شخص میکرد حرف زدن درباره ویژگی‌های مثبت دیگران مثل دوست‌ها یا همکارانش بود، به احتمال زیاد با آدمی نجیب و خوب طرف هستید، چون مطالعات نشون میدن اگر فردی بقیه رو از لحاظ مهربانی، مؤدب بودن و اخلاق بالاتر بدونه، به احتمال زیاد خودش هم دارای این ویژگی‌ها هستش. و برعکس، اگر شخصی دیگران رو زننده، حیله‌گر و غیر قابل اعتماد بدونه، به احتمال زیاد خودش هم این ویژگی‌ها رو داره. همچنان این افراد میتونن سابقه افسردگی یا اختلالات شخصیتی داشته باشن. 5. لحن و تون صدا. وقتی کسی با شما حرف میزنه، شما باید به طرز بیان جملات دقت کنید. برای مثال اگر کسی جواب شما رو با لحن یک نواختی داد، احتمال اینکه از شما خوشش نمیاد بسیار بالاست. بعضی وقتها مردم دقیقاً برعکس اون چیزی که تو ذهنشون هست رو میگن. پس باید به طرز بیان جمله و اینکه رو کدوم کلمات تاکید میکنن دقت کنید. دقت کردن به طرز بیان جملات راه بسیار خوبی برای تشخیص نیت واقعی افراد از زدن اون حرفه. 6. نگاه به اطراف. افرادی که خونگرم هستن و از دیدار شما خوشحال میشن، روبروتون وای میستن و به چشمانتون نگاه میکنن.
اگر با کسی آشنا شدین و اونها فوراً روشون رو از شما برگردوندن، این حرکت ناخودآگاهه که نشون میده شخص به دنبال دوری و راه فرار از این موقعیته. 7. تکان دادن دائمی سر. تکان دادن سر معمولاً نشونه تاییده، ولی اگر شخصی با اغراق زیاد این حرکت رو انجام داد، نشون دهنده اضطرابه. زمانی که شما چیزی رو به شخصی میگین و اون شخص سرش رو بیش از حد تکون میده، به این معنیه که اون شخص نگران نظر شما در مورد خودشه. 9. چانه و فک. وقتی کسی سعی داره تصمیمی بگیره، معمولاً دستش رو زیر چانه میذاره. همچنین ممکنه به بالا، پایین یا اطراف خیره بشه. اینها همه علامت‌های واضحی از فکر کردن عمیق هستن. همچنین فارغ از این که شخص چی میگه، فشردن فک میتونه نشونه مشخصی از استرس یا ناراحتی زیاد باشه. 9. طرز ایستادن و نشستن. اینکه شخص چطور میشینه یا میایسته میتونه به شما نشون بده چقدر اعتماد به نفس داره. برای مثال اگر کسی موقع راه رفتن صاف حرکت کنه و سینه‌شو به جلو بده، نشونه های اعتماد به نفس و احساس خوب در مورد خودش رو نشون داده. 10. مالیدن دست ها. دست ها میتونن اونچه که در ذهن ما هست رو نشون بدن. مالیدن دست ها به همدیگه به معنی امیدوار بودن و احساس خوب راجع به چیزیه. مردم وقتی این کار رو میکنن که معمولاً در مورد چیزی که قراره در آینده رخ بده هیجان زده و امیدوار هستن. 11. دست دادن. شما میتونید خیلی چیزها رو از روی نحوه دست دادن افراد تشخیص بدید. وقتی کسی موقع دست دادن زیاد دستتون رو فشار نمیده، به احتمال بالا اون شخص فرد مطیعیه، و برعکس اگر دستتون رو محکم فشار داد، نشون دهنده شخصیت غلبه‌گره. البته مدت زمان دست دادن هم مهمه. دست دادن کوتاه مدت نشون دهنده تعارض و اختلافه و به این معنیه که شخص نمیخواد با شما ارتباط عمیقی برقرار کنه. 12. به جلو یا عقب خم شدن. اگر شخصی موقع حرف زدن با شما به سمت شما خم شد، یک نشونه واضحی از علاقه به شما یا حرفتونه. اما شاید ندونید که خم شدن به جلو همچنین نشونه احترامه. وقتی مردم در طول گفتگو با شما به جلو خم میشن و نزدیکتر میان، یعنی به شما اعتماد دارن و این احساس ارزشمند بودن به شما میده. ولی اگر شخصی هنگام حرف زدن با شما به عقب خم بشه، نشون میده که از گفتگو خسته شده یا شاید به هر علتی احساس خوشایندی نداره. 13. نگه داشتن بچه. بله، این شاید یکم عجیب به نظرتون برسه، ولی بهتره بدونید مطالعات نشون میده مادران شاد تمایل دارن فرزندشون رو با دست چپشون بغل کنن، در حالی که مادران افسرده یا مضطرب معمولا بچه هاشون رو با دست راستشون نگه میدارن. 14. دست به سینه ایستادن و جهت پاها. آیا تا به حال با کسی که دست به سینه ایستاده حرف زدین؟ دست های به هم گره خورده موانعی هستن که نشون میده فردی که در حال حرف زدن با اون هستین در مورد حرفاتون دید خوبی نداره، حتی اگر لبخند به لب داشته باشه. از لحاظ روانشناسی دست های به هم گره خورده نشونه فاصله احساسی و فیزیکی شخص با اونچه که در روبروی خودش باشه هستش. همینطور جهت پاها خیلی چیزا رو مشخص میکنه. شخصی که شما رو دوست داره هر دو پاش به سمت شما قرار میگیره، ولی اگر پاهاش به سمت در بود، به این معنیه که میخواد اون محیط رو ترک کنه. 15. کفشا. کفشای یک نفر میتونه اطلاعات زیادی درباره شخصیت اون فرد مشخص کنه. ظاهراً اکثر افراد بر اساس کفش همدیگر رو قضاوت میکنن که تحقیقات نشون داده این قضاوت ها میتونن درست باشن. افرادی که مضطرب هستن معمولاً همیشه کفشای تمیز یا نوعی به پا دارن. افراد مهربون کفشای کاربردی تری و افراد خشن
کفش‌های بزرگ با ظاهر محکم‌تری استفاده می‌کنند. 16. ظاهر کلی. اینکه یک شخص چطور لباس می‌پوشه و چه تیپی می‌زنه می‌تونه نشون دهنده شخصیت افراد باشه. اگر شخصی به موهاش میرسه، لباسهاش بسیار تمیزه و استایل مشخصی داره، به احتمال زیاد اون شخص فردی جزئی نگر هستش. افرادی با تیپ و ظاهر راحت یا حتی با موهای چلخته معمولاً افرادی خلاق و یا افرادی بی‌نظم هستند. 17. کپی کردن زبان بدن. اگر تا به حال هرگز سعی نکردین که افراد مختلف رو بشناسین، شاید به نکته 17 توجه نکرده باشین. اما در آینده حتما به این نکته توجه کنید که کپی کردن زبان بدن شما به این معنیه که اون شخص راجع به شما احساس خیلی خوبی داره و با شما احساس هماهنگی میکنه. این یه نشونه است که بفهمید مکالمتون به خوبی پیش میره و طرف مقابل حرفای شما رو فهمیده. این حرکت به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته و وقتی ما با افراد دیگه احساس راحتی میکنیم، تمایل داریم هر کاری که اونها انجام میدن رو تکرار کنیم. برخی از ما در تشخیص افراد با استفاده از نشانه هایی که گفتم خیلی خوب هستیم و برخی باید منتظر بمونیم تا شخص مقابل شخصیت واقعی خودش رو به ما نشون بده. شناختن آدم ها کار ساده ای نیست و یک مهارت فوق‌العاده است. آدم ها خیلی متفاوت هستند و شاید گاهی تشخیص ما دقیق نباشه. اما امیدوارم نکاتی که بهتون گفتم برای شناختشون مفید بوده باشه. میخوام بدونم نظر شما چیه؟ وقتی کسی رو برای اولین بار میبینید، اولین چیزی که بهش توجه میکنید چیه؟ در قسمت کامنت ها نظر خودتون رو برای من بنویسید و اگر از این برنامه لذت بردین، ویدیو رو لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا در ساختن ویدیوهای بیشتر به ما کمک کنید. همچنین یادتون نره که سابسکرایب کنید و توی قسمت کامنت ها بنویسید که سابسکرایب کردین و من قول میدم شخصا به کامنتاتون پاسخ بدم. ممنون از نگاهتون.